الو نوروز تقویم جلالی، بیا با آن فر و فرخنده فالی، دگرگون ساز احوال بشر را، بشو از روی گیتی گرد شر را، و بوی خاک آدم را دوا کن، دل ما را به رحمت آشنا کن، و نظمی که در او هرگز خلل نیست، ترا در کار این عالم بدل نیست، شکوهی جام جم در سینه توست، جبینی آفتاب آینه توست، می باقی تو در پیمانه داری، زی فوج اختران پروانه داری، که چون در آتشی تو پاک سوزن، به سوز نو جهان را برفروزن، الا نوروز تقویم جلالی، که پیک عدل و رمز اعتدالی، سر و سامان سامانی تو داری، زهی دولت جهانبانی تو داری، نشاط حکمت خیام با توست، هزار آغاز خوشفرجام با توست، سیاوشان زیدامانت بروید، شمیمش حکمت سینا بگوید، نسیمت سب سازد تربت برخ، فروزد لالزاران گلی سرخ، گلی سرخی که عینی ابتدا کرد، دوشنبه را بخارا آشنا کرد، زمین ها و زمان ها با هم آید، چو بلبل پهلوانی می سراید، و هر جای زبان پهلوانی است، سخن از همدلی، از همزبانی است، چه بهتر می توان گفتن زی استاد، که تازه پهلوی را کرد بنیاد، در این دنیا نشاط شادمانی، بود دیدار با یاران جانی، بر این خاک که صد عالم بیارزد، دلم چون قطره شبنم بلرزد، خداوند را نگه دارش سی آفات، نخواهم از جهان دیگر مکافات، نگه دارش صدف دور دری را، نگه دارش فروغ خاوری را، نگه دارش چو سوگند نخستین، نگه دارش چو رمز پاک آیین، وطن امروز چون نوروزگاه است، قبای سبزش از مهرگیاه است. سلامت باشد استاد عزیز، لطف کرده. درود و پیغام های پر از صمیمیت و پر از اخلاصمندی های ما چو پایانداز مخمل نثار قدم مبارک هر کدام شما. بینندگان بسیار هوشمند، خوشبین، نفرانی که روزگار به سر دارد در این وطن بسیار نازنین، در این وطن عین زمان گاهگاه بارانی، گاهگاه آفتابی، در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زار ماهانه، و ما گروه ایجادی تمنا داریم که هر کدام شما در آغوش این وطن گلبصر با اهل بیت یک زندگی عاری از همه گونه داغ و دردها، یک زندگی خوشرو و خوشبو داشته باشید بسر. از دیدن چهره بسیار گرم، از شنیدن شعر بسیار ناب خوب احساس کردید که مهمان کی هستند در برنامه ما. رستم وهاب، ادیب و همزمان سردبیر نشریه ملی ادبی صدای شرق مهمان هستند، چون ما گروه ایجادی با کمال احترام با یک جهان اخلاصمندی دعوت کردیم و سپاس که ایشان نیز پذیرفتند و آمدند به برنامه، و ما مطمئنیم که از شنیدن شعر علاقه احساس کردید که صحبت در اطراف نوروز خواهد بود، و چون دوستدار نوروز، چون یک نفر وطندار نوروز، حتما که باز خواهید کرد در دل رو بسوی ما، و می توانید که بکشوید اسرار محتوای صحبت و محتوای نوروز. استاد عزیز به برنامه خوش آمدید. صدقه محبتتان، صدقه مبارک باشد، رحمت، صدقه احترامتان، و دیگر خاک سیاه جان گرفت و مثل که به نوروز نو رسیدیم، به بهار نو رسیدیم، احساس شروع شر در صفای باطن احساس شدنی هست. البته نوروز تحول بزرگی است، تحول کیهانی است. بله، سال به سال این جشن در تاجیکستان عزیز ما معنی بیشتری پیدا میکند، شکوه بیشتری پیدا میکند و معنویت بیشتر پیدا میکند، و ما به طور طبیعی با
فرهنگ نوروز، معارف نوروز، معنویات نوروز بیشتر آشنا میشویم. چون هر سال طبعا لازم است که سخن نوی درباره این جشنی نو آیین و نو ساز گفته شود. و هر سال میتوان سخن نو گفت؟ بله، به آخر مولانا میگوید هر زمان نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر نما. بله، یعنی هر لحظه، هر نفس نو است، هر مثل عبور نور از یک مقطع زمان، هر موجی که به ما از کیهان و از زمین و از دل ها میرسد تازه است. و فلسفه نوروز هم همین است، نو آینی و نو سازی. چرا میگویم فلسفه نوروز؟ بله، حکمت نوروز چندین قشر دارد. بله، بله. ملت در دنیا دارای باورها و اعتقادات و اساطیر خود است. البته اساطیر نه به معنای شایعه‌های به اساس و غیر علمی، بلکه این اساطیری که بنیاد علمی هم دارند. و در هر ملت دنیا خصوصا در چند مورد، در چند نکته پندارها، باورها، اعتقادات و اساطیری وجود دارد که یکی همین اساطیری زمان و مکان و آفرینش در دایره اسطوره یا حکمت آفرینش موجود است. و نوروز به واسطه یک جزء درخشان ترین از باورها و اعتقادات و اساطیر آفرینش است، آفرینش جهان. بله. این آفرینش جهان در اوستا، در گوهنبار، قسمت گوهنبار آمده است که وصف می شود، توصیف می شود، همراه با سروده‌هایی هست، همراه با وصف‌هایی هست. و چنین اعتقادی هست که جهان در شش مرحله، که این مرحله ها در جمع یک سال را فرا می‌گیرند، آفریده شده است. نخست آسمان. آسمان. و بعد از آسمان آب آفریده شده است. آسمان، آب. و بعد از آب، این مثلا آسمان در 45 روز. و بعد هر یکی از این آفرینش ها روزهای جشن قرار داده می شده است، جشن این آفرین، میلاد این موجود، یعنی جشن آفریده شدن آسمان. باز 5 روز دیگر بعد او جشن است. 45 روز با اون 5 روز جشن، جشن این ایجاد مثل، بله، جشن، جشنی که آسمان. بله. روز، بله، مهره اساسی است در اون، با نامی آسمان روز. بعد اون آب آفریده می شود، باز در همین گونه مدتی، و بعد او باز جشن گرفته می شود، جشنی آب که با اون، با تیرگان. بله. ما تیرگانی که امروز باز می خواهیم که احیا شود در سلسله این جشن های موسمی، با اون راست می آید. و بعد از اون زمین آفریده می شود. آسمان، آسمان آب، هست، زمین. بله. آب هست. اکنون فرصت. بله. اون رسیده که چیزی آفریده شود که برخوردار از این. بله. دو چیز نعمت باشد. بله. زمین. زمین آفریده می شود و آب از آسمان به زمین سرازیر می شود. وقتی. بله. که آسمان و بعد از اون گیاهان. گیاه، وقتی که ما گیاهان می گوییم باز در همین مدت، مرحله که مرحله ششگانه. بله. یک قسمتی مرحله ششگانه گیاهان آفریده می شود. گیاهان که ما می گوییم درختان و همه چیز در نظر است، هر چیزی که از زمین می روید. بله. و خاصیتی گیاهی دارد، نباتی دارد، چی درخت، چی گل، چی گیاه، چی انواع دیگر. و بعد از آن جانوران آفریده می شوند. و در مرحله ششم، مرحله نهایی، انسان. انسان آفریده می شود از عالم فراوهی یا از عالم فراهوشی و از شکل فروهری، یعنی اونجا که روان انسان بود. بله. به زمین فرود می آید و وارد کالبد انسان می شود، یعنی وصلی تن و جان. بله. جان و تن. بله. نه همین لحظه که در پایان اسفند رخ می دهد نهایت آفرینش است. شما توجه کنید که چقدر فلسفه حکمت
عظیم است که مثلا برای انسان در برابر آسمان، زمین، گیاهان، تمام گیاهان، آب و تمام جانوران یک مرحله علاهیده قرار داده شده است. یک ببخشید استاد، چند سال پیش یک مقاله یک نویسنده شما رو خونده بودیم که اونجا شما با خلاصه هم اومده بودید که نوروز مثل که جشن همسازی جان و جهان جان و جهان است. ما اینجا می‌خواستیم که تفسیر بخوایم از شما، تفسیر بپرسیم مثل که عین حال تفسیر شنیده است. بله، انم تفسیر هم این است که مثلا در کتاب‌های دوران اسلامی هم از طرف بعضی حکما این اعتقاد بیان شده است که زمان پیوستن روان آدم، روح انسان به قالب او است. و در بعضی تفسیرها آمده است که این زمان هبوط انسان، آدم صفی الله از بهشت به زمین است که قدمش به زمین رسید. این تفسیر هم هست، ولی در تفسیرها و تعلیمات کتاب های باستانی قبل از اسلامی عقیده این است که در همین ساعت و همین لحظه، همین دقیقه ها، این حتی پیش از کتاب های مقدس است، این اعتقادات پیش از اوستا و دیگر، یعنی این خاصیتی صرف مذهبی ندارد. روان آدم که در عالم فروهری، یعنی بدون ماده، بدون جسم بود، به طور منزه روح فرود می آید همراه تمام فروهر و فرشته ها و با قالب انسان وارد می شود. این روح تنها برای انسان نیست، بعد از این گویا که جهان دارای روح می شود، دنیا، عالم هستی، زیرا این روح، این جان خردمند است، جانی هست که از برکات او، از کشایش های او، از فتوحات او دیگر تمام کیهان برخوردار می شود. برای همین است که اقبال می گوید که نعرزت عشق که صاحب جگر پیدا شد، فطرت آشفت که صاحب نظر پیدا شد، خبر رفت به گردونز شبستان ازل، حضر پردگیان پرددر پیدا شد، آرزو به خبر از خیش در آغوش حیات، چشم وا کرد و جهان دیگر پیدا شد، تا از این گنبد دیرینه میگوید در پیدا شد. این در شعر میلاد آدم میگوید، یعنی این گنبد در پیدا کرد. این در خرد انسان است، خرد قفلکشوی انسان است. همین عدد شش در آفرینش عالم در محور قرار دارد، یعنی در جمع اگر گیریم همون عدد هفت مقدس. بله. که با این اون هفت زمانی تعطیل است، یعنی مثل یک هفته که در تورات هم در سفر آفرینش گفته می شود که خداوند عالم را در شش روز آفرید، در روز هفتم بیاسود. و در قرآن هم می گوید که فیستت ایام، یعنی در شش روز آفریده شد. فقط البته اینجا تفسیر، ادامه تفسیر این است که این شش روز، این روزها روزهای مقرری زمینی ما نیستند، بلکه زمان و مدت این روزها خیلی بیشتر است از این روزهای مقرری. حدی آنها دیگرگونه است. بله. بله، اندازه آنها دیگر. بله. است. در این موضوع این کتاب ها با یک دیگر تطبیق می شوند، با یک دیگر موافقت می کنند. انسان که در آخر اسفند، آخر آستانه نوروز آفریده می شود، فروردین دیگر جشن مشترک آفرینش کل عالم و خصوصا آفرینش آدم است. بله. یعنی تاج این آفرینش، تاج زرین این آفرینش که دیگر مسئولیت زمینی نگهداشت و بهبود این مجموعه آفرینش بدوش انسان نهاده شده است. بله، بدوش انسان می افتد. بله، بدوش انسان. بله، سلامت باشد استاد عزیز، سلامت باشد. مثل که سبق نوروز گرفتیم، علم نوروز شنیدیم از شما، سلامت باشد. بعضی از دانشمندان گفتند که به همین خاطر است که در سفره نوروزی در کنار دیگر جزئیات هفت سین و هفت شین و کتاب قرآن که در قسمت های کشورهای اسلامی در سفره میگذارند، باز آینه، یک آینه رو هم قرار میدهند تا اینکه انسان در این آینه روی خود رو ببیند، جمال با جمال خود نظر کند. بله، این همون معنای همون رو دارد که اکنون همون روانی که تازه به قالب در آمده است هنوز این قالب رو ندیده است.
اون جانی که جان عثمانی که فرود آمد به زمین و وارد این تن شد، هنوز با این تن در صورت با صورت این تن آشنا نیست و گویا که همون دیدار نخستین است. نخست دیدار است مثل بله. در نوروز دیدار نخستین است و یعنی مرحله باز آفرینی، یعنی یاد کردن از همون عهد نخستینی با وجود آمدن و پیمان تازه کردن با عالم هستی، یک نوع سوگند است. دانش را به سفره نوروزی آینه در برابر قرآن است تا که بر روی خیش نظر سازی، روی تو نیز مصحف یزدان است. سلامت باشه دوستای عزیز. گفتیم که شما سردبیری یگانه نشریه ملی ادبی صدای شرق رو به عهده دارید و از اون چیزی که اینجا شما گفتید و ما شنیدیم و اگر پیشنهاد می شود تماشابین بیننده هوشمند ما هم بهره مند خواهد شد. از ان همین نوروز، از حکمت نوروز، از فلسفه نوروز، شرح نوروز، از نوروز تا نوروز تا کدام حد بود در صفحه های صدای شرق و آیا هنوز هم هست نوروز صدای شرق؟ بله، نوروز خودش برای ملت ما، صدای شرق برای ملت ما از بنیادش، از همان زمانی که با نام دانش بینیش و بعد رهبر دانش به عرصه آمد، یک نوروز بود. نوروز معنوی، نوروز فرهنگی، نوروز ادبی، یعنی همه چیز نو بود. هم شعر ما نو بود، شعری نو آمد، سخنی نو آمد، نثری نو آمد، پژوهشی نو آمد، تفسیری نو آمد. بله، همه چیز تازه بود و در عین حال هویت ملی ما رو تا حدی که در اون سالها امکان بود، شاید که بیشترین، اگر زمان یک پژوهشی انجام شود که چی منبعهای در گذشته از زمان تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان، چی منبعها و مرجعهای برای ما هویت ملی ساختند و هویت ملی ما رو در بطن خود، در چارچوب خود، در دایره خود پرورش و تشکل دادن، فکر میکنم که هیچ منبع و مرجع دیگری با این مجله برابری کرده نتواند. من درباره چیزی حرف میزنم که خودم شخصا در اون هیچ سهمی ندارم. من دورهای شما از دی روزی صدای شرق، بله، از آغازینش میگم، از دورهای تشکلش، ولی خوشبختانه هم خیلی و از جمله به واسطه نخستین پرداخت ها به موضوع نوروز هم در صحیفه های صدای شرق پیدا شدند. از سالهای 50-60 به بعد، خصوصا از سالهای 60 به بعد، ما دیگر در صحیفه های این مجله میبینیم که ادیبان ما، شاعران ما، نویسندگان ما به واسطه مستقیما آشکارا بله مشغول شدند. البته با یک لحنی نرم، با یک لحن احتیاطکارانه، با عنوان یک جشن بهاری، جشن طبیعت، جشن کار، نه همین جشن کار و کشاورزی، گفتن این جشن در چارچوب ایدئولوژی شوروی که با کار و کشاورزی و این چیزها اهمیت خاص قائل بود، امکان میداد، امکان بیشتر میداد که به این موضوع رجوع شود. ستایش دهقان، ستایش برزگر، ستایش مثلا زراعت، نعمت های مادی که از کشت و ورز به دست می آیند، زمینی کورم، بله، و البته طبیعت و گل و گیاه و این چیزهایی که جلوه های مادی دنیا هستند، اینها امکان بیشتر میداد و میبینیم که سال به سال این قویتر و نیرومندتر میشود و خوشبختانه این سالهای استقلال دیگر ما تقریبا هر یک شماره ماه مرد رو که به نوروز راست میآید، اگر تمام شماره هم نباشد، 70 بیش از 70 درصد اون رو به همین جشن اختصاص میدیم. بهاریه میشود، نه تنها بهاریه، پژوهش،
در باره نوروز، تحقیق در باره نوروز، بازیافت های تازه در باره نوروز، ادبیات خودمون و همزبانانمون در منطقه آسیای مرکزی هر جایی که هستن یا شوروی سابق و در دنیا ما اشعار همزبانانمون رو هم چاپ میکنیم، ترجمه های تازه از ادبیات جهان که روحیاتی به نوروز مناسب دارن. خلاصه که یک مجموعه سفینه بسیار زیبای خواندنی به دست می آید که اون رو می توان به عنوان یک ویژه‌نامه نوروزی همیشه حفظ کرد. و این البته به برکت استقلال و اون چیزی که از عمق ضمیر ادیبان ما، شاعران هویت پرست ما با یک احتیاط در سالهای گذشته پیشین روی صفحه می آوردن، اکنون نه تنها بدون هیچ نوع مانعی بیان می شود، بلکه تشویق می شود، حمایت می شود و حتی تا جای فرمایش هم می شود. بله سلامت باشه دوستان عزیز. شما از جرأت مثلا ادیبان سالهای 50 عصر گذشته گفتید، از پیشنهاد آنها به طور خیلی نرم نازکانه و از دفاع آنها گفتید پرده پوشانه، گاهگاه آشکارا، یعنی که نوروز مثلا مثل که هرچند که جان مایه فرهنگ ملت ما بوده است، اما با وجود در مرحله های گوناگون تاریخی که به سر این ملت بارها آمد و با آمدن او مرحله ها جبر و جفاهای زیادی هم آمد بار شد به سر این ملت، اما از همه گرومان ها مثل که نوروز آهسته 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 به در آمد، شاید جای جمال خود را گم کرد، شاید جای بعض جلوه های نوروز پوشیده مان پنهان شد از بین رفت، اما جان به سختی برد نوروز. به فکر شما موجب ماندگار بودن و ماندگار شدن نوروز و موجب بالاخره جهانی شدن نوروز فقط زبان ما بود که نوروز را دفاع کرد و یا؟ البته زبان ما پیش از همه به عنوان یک ظرفی بسیار گنجا، پرگنجایشی که می تواند نکته های بسیار بلند و جامعی، معنوی، علمی، فرهنگی رو در خود بگنجاند، جای دهد، یک عامل اصلی است که این امکان رو دارد و این امکان رو به وجود آورد و میسر ساخته است. اما از طرف دیگر این رسالت ابتدایی خود ما بود، یعنی نوروز اگر به عنوان یک نماینده یک ملت، یک نژاد در نظر بگیریم، نوروز امانتی بود که از ابتدا به دست این ملت داده شده است. بله. من مثلا حالا فرصت نکردم در برابر تهیه مواد دیگر دیگر مؤلفان که برای این شماره نوروزی این مقاله رو به انجام رسانم، ولی یک پژوهش کردم در موضوع نوروز در شاهنامه و در شماره نوبتی در شماره نوروزی صدای شرق خواهیم خواند. در شماره نوروزی نه، در شماره نوروزی شاید یک گوشه از این موضوع باشد، ولی من میگویم که برای در ضمن تهیه موادی که از دیگران رسیده بود، من فرصت نکردم که این مقاله رو که ایدهش بگویم، فکرش تازه بله. بود، نو بود، تمام کنم. اگر هیئت تحریر قبول کند شاید در شماره های بعدی به چاپ برسد، ولی موضوع این است که بزرگترین منبع و مرجع فرهنگ تاریخی ما که شاهنامه است، همین نوروز در شاهنامه چی بازتابی داشته است؟ آیا با آنچه که تا هنوز ما از شاهنامه در باره نوروز اکتفا کرده ایم، یعنی با آن که شاه بزرگ پیشدادیان از حساب شمار چهارمین شاهنشاه پیشدادیان جمشید جشن نوروز را آیین نهاد، میتوان اکتفا کرد با همین موضوعی بازتاب نوروز در شاهنامه یا باز چیزهای دیگری هم هست؟ مثل که نیت برداشت خیش را اینی کوز کردن دارد. من تقریبا انجام دادم این کارو، ولی بعدا معرفی میشد، ولی من این فرصت رو مساعد میدونم که
این رو اگر اجازه میدادی در چارچوب همین صحبت من سرخط این قصه رو یادآوری میکردم. بفرمایید. جالب این است که وقتی که فردوسی هنوز قبل از شروع سخن درباره شاهان سلسله شاهان پیشدادی در مسئله آفرینش جهان، آفرینش آسمان، درباره آفرینش خورشید یک باب مخصوص سخن میگوید، بار اول ما در همین قسمت یادآوری را از نوروز میبینیم. در بیان فردوسی؟ بله، با چندین فروغ و با چندین چراغ بیا راسته چون به نوروز باغ، وقتی که خورشید آفریده می شود. و ما می دونیم که این نظریه خورشید محوری گلیوسنتری که در فلسفه غرب می گویند و خیلی بعدتر پیدا شد از روی 15 در اوروپا و کسانی برای این نظریه مثل کپرنیک، مثل برونو شدیدن جزا دیدن، ما همین نظریه خورشید محوری رو که از جمله یکی از فروغ آن همین نوروز است، یک شعله برجسته رو از همین زمان، از همین بیان شاهنامه مشاهده میکنیم. بله، دریافتید. بله، یعنی خورشید در محور کائناتی نظامی آفرینشی کیهانی است که ما در آن زندگی داریم، یعنی منظومه آفتاب و دیگر همه چیز وابسته به او است و در دور او میچرخد. باز ما در بند بند از شاهنامه در مهمترین مرحله ها ما رجوع فردوسی رو به نوروز مشاهده میکنیم. خب جمشید رو میگویم که روز نوروز اون روزی بود که جمشید بر تخت زرین خود نشست و از اون کشور خودش به بابل رفت که جزء قلمرو جمشید هم بله. اقلیم جمشید میدار اومد و او رو در هوا در اون تخت زرین دیدن و که مونند خورشید مثل خورشید دیگر پیدا شد و اون روز رو برای سیم و زر هم برافشاندند، مر اون روز رو روزی نو خواندند. حالا ما در دوران جمشید این کلمه رو به صورت روزی نو میبینیم در باب خورشید نوروز. ولی هوشنگ چی؟ تهمورس چی؟ کیومرس چی؟ پیش از جمشید اینها کی به تخت نشستند؟ بله، اینها آیا در اون نظامی گاه شماری دقیقی که در حکمت ملی ما بود همین خیلی تصادفی یک روزی بدون انتخاب و اختیار به تخت نشستن یا روز خاصی بود؟ این موضوع مطرح می شود. معلوم می شود که کیومرث نخستین شاه در شاهنامه و نخستین انسان در اوستو، کیومرث هم همون ساعت و لحظه بر تخت نشسته است که اون رو بعد نوروز میکنیم. چو آمد به برج حمل آفتاب، جهان گشت با فر و آیین و آب. بیتابی زانسان زی برج بره، که گیتی جوان گشت از او یک سره. کیومرث شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. سری تخت و بختش برآمد زی کوه، پلنگی نپوشید خود با گروه. یعنی این دقیقا همون ساعت و لحظه بود که اون رو ما نوروز میگوییم. یعنی کیومرث هم روز نوروز به تخت نشسته بود و البته این روز و انتخاب این روز تصادفی نیست. یعنی این گاه شناسی و این گاه شماری از زمان نخستین شاه کیومرث روی کار بوده است. شاید که عید خاص نمی کردن آن روز رو، ولی در زمان جمشید بعد آیین عید کردن آن روز شاید رایج شد. همان گونه که آفرینش انسان ختم آفرینش جهان، نقطه تمام ختم حسن مقطع دانسته می شود، همچنین جشن نوروز از طرف جمشید یک نوع نقطه نهایی و نقطه تمد، نقطه کمالی تمدن آفرینی است. یعنی همه جزهای تمدن، چی ساختن اسباب و که قسمان از
زمانی تهمورس و هوشنگ باقی مونده بود. خوب ولی در جمشید به کمال میرسد، حتی طبقات جمعیتی تعیین می شود، حتی پیشه ها مخصوص پیشوران و پیشه های علاهیده یعنی طبقات اجتماعی تعیین می شود. بله. و شهرسازی به رواج می رسد، کشتیرانی در دریا راندن کشتی ها، خب دخت و دوز لباس های گوناگون، دوایی ها و پزشکان میگه به حد ترقی میکند که دیگر مرگ و میر از جهان ناپدید میشه. بله، مثل حد انکشاف علم، یعنی بله. علم تا اون اندازه رو شد کند. و نهایت این جشن نوروز است. در ختم همه اینها بعد از جشن نوروز یاد میشود. انجام یعنی همه این چیزها باز بله. آغاز است. یعنی همین توجی، زرینی، بله. همه آینها و انعنه ها و سنت ها باز نوروز قرار داده بله. می شود. بله. و بعد از اون در داستان زال و رودابه یادآوری نوروز رو می بینیم که رودابه، زال وقتی که در مرغزار در شکارگاه هست، رودابه کنیزکان رو برای دیدن و مشاهده او می فرستد، چون که آوازها زیاد بود که این یک فرزندی سام جان پهلوان با موی سفید از مادر زاده شده است و این حرف ها. میگوید که او تحقیق کنید که واقعا نمیده واقعی دارد یا نه. بله. و کنیزکان گویا با اون مرغزار گلچینی میروند و گویا که نخواست زال رو میبینند. مهی فرودین و سری سال بود، لبی رود لشکرگاهی زال بود. دیگر موردی که فردوسی باز به نوروز مراجعه میکند و از گوشه دیگری از حکمت های نوروز رو باز میکند در داستان بیژن و منیژه است. البته این داستان مشهور است. بله. بینندگان عزیز هم از آن اطلاع دارند. این فقط یک مسئله یادکرد نوروز نیست، بلکه خاصیت های نوروز معلوم شود و یک رمزی بسیار برجسته جامعه فرهنگ ما که تا امروز یکی از برجسته ترین صور شعری ما، ابرزی شعری ادبیات ما هست، پرمعناتر. خاصیتش در همین بخش، همین داستان بازگو می شود. این چی است؟ خب وقتی که کیخسرو و بیژن رو بعد از شکایت مردمی ارمانیان که در مرز ایران و توران زندگی می کردن، از اون که گرازان خوکان وحشی کشتزارهای اونا رو خراب می کند و همراه گرگینی میلاد و جنگ گرازان می فرستد، در اونجا بعد از اون که بیژن اون وظیفه خودش رو انجام می دهد و گرازان رو نابود می کند، در اون چمنزار اسیری لشکرگاهی یا خیمه منیژه دختر افراسیاب می شود، به مهمانی دعوت می شود و در اونجا نمایندگان افراسیاب از این بخبر شده رو به اسارت می برند، به شاه می اندازند و گرگین میلاد از اونجا گرفته آمده با دروغ خبر می دهد که بیژن در جنگ با گرازان کشته شد. بله. ولی این باور نمی کنند. گیوی پدر بیژن با این چیز قانع نمی شود و از کیخسرو تفتیش و پرسجوی حال رو طلب می کند و کیخسرو وعده می دهد که من روز نوروز در جام گیتی نمای، جام جهان نمای، احوال او رو میبین، خواهم دید. همون جام جم، جام جم مشهور که جام جهان ما دانسته میشد و از این یادآوری در این بخش داستان معلوم میشود که این جام جهان نمای همون لحظه و ساعت نوروز بوده است که جهان رو در خودش پدیدار میکرده است احوالشان و میبینند و کشف میکنند احوال او رو و بعد از این نجات میدهند. نوروز روزی فروغ جام جهان بین است. بله. روز فروغ جام جهان بین است، پیدایی نگین سلیمان است. بله. دیگر زادن بهرام گور است. باز هم مثل که در روز نوروز؟ بله. بهرام گور یکی از مهره های بسیار روشن و برجسته شاهنامه. بله. است. مثل زال رستم، مثل سیاووش،
مثل اسفندیار، مثل بزرگترین، مثل ایرج، مثل بزرگترین شخصیت های تاریخی، نیمه تاریخی و نیمه اساطیری ما در سرنوشت ملی ما نقش بسیار برجسته ای داشتند. و از جمله من یکی رو یادآور شوم که در هجوم گسترده ای که به سرزمین های ما می شود، بعد از زده دور کردن مهاجمان، هجوم کنندگان، بعد از چندین عصرها بهرام گور خطی مرز می کشد، خطی مرز می کشد که مثلا دولت سومانیان رو هم، همان خراسان بزرگ رو هم فرا می گیرد، همان خطی مرزی که بهرام گور کشیده بود. و همین شخصیت در همین روز ساخته می شود. سر سال هشتم ماه فروردین، بازم ماه فروردین، سر سال، سر سال هم دقیقا روز نوروز است. بله بله. دیگر وقت نیست. سر سال هشتم ماه فروردین که پیدا کند در جهان حوریدین، یکی کودک آمدش هرمزد روز، به نیک اختر و فال گیتی فروز. آخرین شاید موردی که در شاهنامه از نوروز یاد می شود، باز در همان دوران پرشکوه و رواج فرهنگ و شکوفایی بسیار اعلای فرهنگ ملی ما، زمان خسرو پرویز است. خسرو پرویز ساسانی، ملاقات خسرو پرویز با باربد، باربد مروزی، مطرب بسیار بزرگ، بزرگ بنیانگذاری همون دوازده مقام و دوازده گنج موسیقی ما که بسیار با تفصیل یاد می شود. از این چنان یاد می شود که اون سرور مطربان دربار که نکیسا بود از باربد خبر داشت، ولی با تمام راه کوشش میکرد که باربد به خسرو پرویز معرفی نشود. و باربد به خاطر آشنایی با خسرو پرویز نزدی باغبان میرود که اون باغ نوروزگاه هست و با او موافقت میکند که با او اجازه دید تا پیش از جشن نوروز وارد این باغ شود و در میان درختان پنهان شود و سرود خواند. اون این موافقه حاصل می شود و باربد با لباس سبز، جامعه سبز، در داخل درخت سرو پنهان می شود که سبز است کاملا. و وقتی که شاه با اون نوروزگاه می آید که هفت روز آنجا نوروز می کرد، نخستین سرود خود رو که فردوسی می گوید حالا شما آن را داد آفرید می گوید، می نامید، نخستین آهنگ خود را می نوازد و سرود خود را می خواند که همه در سراغ جستجو می شوند که این صدا و این لحن و این شیوه از کجاست. بله. حتی در اینجا خسرو پرویز می گوید که این که به چشم ها پدیدار نیست، یقیناً که دیو نیست، اگر دیو می بود سرود نمی خواند. یعنی معلوم شد که اعتقاد دارند که دیو، جین، یعنی نیروهای شریر از لیاقت سرود خواندن خوشی آوردن ندارند. بله. و میگوید که این حتما یا فرشته است یا انسان. و وقتی که پیکار آفرید را، داد آفرید، پیکار بند را باز می نوازد. یعنی ما اولین بار در شاهنامه نام آهنگای باربد را می بینیم. بله. یکی اولیش میگوید شما امروز اون نوا را داد آفرید می خونید، این دیومش پیکار بند. بله. این رو میخواند که باز هیجان ها در محفل بیشتر میشود. و بعد دی این سرود سبز اندر سبز رو میگیرد، یاد اون چی که امروز شما سبز اندر سبز میگوید، یعنی سبز اندر سبز بوری اول و یک بار سه ترونه. بله. بله. سبز اندر سبز دیگر خودی همون باربد است که با جامعه سبز در داخل سرو سبز است پنهان شده است. بعد اینجا دیگر نیدا میکند که خسرو پرویز که این هر کسی باشد از آدمی و پری، اگر به من منظور شود من بسیار
شاد میشوم این حرفا. بعد این زمان که بار بعد این سخن رو میشنود از درخت سر و بیرون میآید و به پیش خسرو پرویز می. و این لحظه یعنی لحظه معراج فرهنگ، بله، هنر، صنعت، بله. این روز نوروز است که فردوسی از اون یاد میکند و دیگر نوروزی هم که فردوسی از او یاد میکند و بعد دیگر ما کلمه نوروز رو یا سر سال رو یا فرودین رو تقریبا در شاهنامه در مرحله بعدی نمیبینیم. این هم یک بسیار رمزی است. این زمانی بنیاد نهادن ایوان مدائن است که خسرو تصمیم میگیرد که یک قصر مستحکم بسازد که برای 200 سال اونجا میگوید 200 سال برای وارثان او پایه سلطنت او باشد. یعنی از همه جهت، هم از جهت امنیت، هم از جهت استحکام، اقتدار، بله، یعنی مجسمه قدرتی خود را بگذارد. و در همین روز ساختمان این قصر شروع می شود و انجام می شود. و این همون ایوان مدائنی است که برو بر خرابه های او خاقانی گریسته است. نه تنها خاقانی، شاعران دیگر، یعنی این دیگر مجسمه قدرت سلطنت تاریخی آریایان است، بله، که در مدائن ساخته شد. همی کرد هر کس به ایوان نگاه، به نوروز رفتی بدان جای شاه. بله، بله. یعنی ایوان نوروز یا قصر نوروز یا کاخ نوروز رو، بله، خسرو پرویز در همین روز می سازد و اون رو نامش در تاریخ بیشتر با نام ایوان مدائن یاد شده است. بله. سلامت باشید استاد عزیز، سلامت باشید. شما اینجا از برداشتی که در موضوع نوروز بود و دریافتید از شاهنامه بیضاوی فردوسی که نیتی تحقیق کردن دارید گفتید. سلامت باشید و منتظر می شویم اون روز خوب رو که در صدای شرق به طور مکمل نشر می‌گردد. خب شاید جای دیگر به دست خواننده میرسد حتما. و اما اینجا شما استاد سروده وطن با خود آوردید، با کمال احترام و به بیننده معرفی می‌نمایید. گمان می‌کنیم که میانی همه احساس‌هایی که قلب انسان‌ها مکان آنهاست، احساسی از همه عزیز، احساسی از همه شاید نفیس‌ترین، نازنین‌ترین که امروز به داشتنش نیاز داریم، احتیاج داریم، این همون احساسی وطنداری شاید باشد، احساسی وطن‌خواهی، وطن‌سازی باشد. و شما اینجا آوردید مثل یک وطندار سروده وطن را. شاید در این سروده وطن قصه از نوروز وطن هم باشد یا نه؟ این سوال آخران است استاد. بله، بیشتر شعرهای وطنیه و از جمله چند شعر نوروزی هم واقعا در داخل این کتاب هست. از جمله شعر با نام میهن نوروز، همچنین شعر نوروز، بله، دو شعر نوروزی دیگر. و ضمناً خدمت شما عرض شود که نوروز با نام نوروزنامه البته بر علاوه شامل مقاله هایی که در طی این سال های استقلال در این موضوع من نوشتم و همراه با شعرهایی که در این موضوع هر سال می نویسم یک مجموعه به نام نوروزنامه، جسارتاً اون رو نوروزنامه نامیدم چون که موضوعش، محتوایش فقط نوروز است. آماده است برای چو؟ مبارک باشد. سلامت باشد استاد عزیز، سلامت باشد. وقتی که ما صحبت رو شروع کردیم با یک شعر نوب با سلام و ثنای نوروز از جانب شما، حتما که انجام صحبت هم یک شعر نوب خواهد بود از جانب شما. اما پیش از اون که شعر تازه رو میشنویم، تمنا میکنیم به شما یک زندگی بهارگونه رو، تمنا میکنیم به شما یک زندگی پر از سعادت، پر از فراغت، پر از محبت، یک زندگی خیلی خیلی زیبا رو. و برنامه ما خوش اومدید استاد و بگویید که از آفریدگار نوروز در این نوروز از هموطن، بحری هموطن چی میخواهی؟ پیش از همه سلامتی، سلامتی، شادی، آبادی، سازندگی،
و برآورده شدنی ارزوی نیکی هر یکی از آنها که در دلشان هست، هر کی باشد، سلامت و سعادتمند باشد. سلامت باشید شما استاد عزیز، به برنامه بار دیگر خوش آمدید. خیلی تشکر. سلامت. انسان های سعادتمند بودیم که این زمان در این مکان در صحبت شما بودیم و همراه شما سیر نوروز کردیم. سلامت باشید. مبالغه میکنیم. بفرمایید، گفتیم که چون آغاز صحبت شعر بود، باشد که انجام صحبت هم یک شعر باشد از اجاز شما و در بیان شما. البته من این شعر رو که طولانی تر است با اختصار میخونم. بیا ای جاویدان پیروز، نوروز جهان افروز، بیاران جام جان افروز، هزاران دست سبز از خاک بالا می شود امروز، هزاران دست سبز، هزاران دست یاری از پی امداد می آید. با کوه و دشت و برزن انقلاب نور می جوشد، شراب نور در رگهای هستی می شود جاری، نشاط روز نو در پیکر انگور می پیچد، به خاک افتاده تا که ناتوان هم می چغد بالا، میان بازوانش می فشارد شه شناران را، به صد جام زمرد می کشاند مشک باران را. سلام ای خاک ای مادر، سلام ای مستری پاکیزه گوهر، به هر بذری که در قلب تو نظری سرفرازی هاست، به هر برگی که در دامان تو سرمانده است پاییز، به زیر مرهم جان پرورد نوباوگانت را، به هر جویی که در رخسار تو از عشق سرشار است، به هر راهی که روی قلب زخمینی تو هموار است، به هر کوهی که دور دامن سبزی تو دیوار است، به هر چشمی، به هر قلبی که با یاد تو بیدار است، چون این تا جاویدان بیدار بادا جان غمخاران، چون این تا جاویدان سرشار بادا جام هوشیاران. الا نوروز جان افروز، الا روح جان افروز، دمی با کاروان گل نوردی کوه ساران را، دمی با عشق نیسان برفروزی لالزاران را، ببر بار سلامی انتظاران را، دیاری شهریاران گوشبامی شهریاران را، بر این خاکی کهن تا آسمان بر جاست، تا خورشید میتابد زرین نابی دری جاریست چون دریا، زی نور روی انسان آینه سرشار میگردد، هلال ماه در هر چشمه چون ماهی تیلاست، شکرنم میتراود از نسیم شکر در شبگیر، سحر خوابی تو با بشکفتن گل می شود تعبیر، در اینجا سرمه شب روشنی دیده روز است، و هر آین که خواهی تاجیکستان میهنی جاوید نوروز است. بله. سلامت باشید استاد. سلامت باشید. تاجیکستان واقعا هم وطن نوروز است. به برنامه خوش آمدید. نوروز در زندگیتان، در جاه و جلالتان، در اندیشه ها، در ایجادهای بعدی سلامت باشید. سلامت باشید. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی واژه‌دار معانی حضور بسیار مبارک داشتند، ابراز اندیشه های بسیار بکر و سازنده بنمودند استاد رستم وهاب، ادیب و همزمان سردبیر نشریه ملی ادبی صدای شرق. قصه نوروز کردند، شعر در وصف نوروز خواندند و ما و شما را هدایت کردند به جهانی تازه نوروز. اینک فشرده صحبت پیشنهاد طیب لطیف شما گردید، چیزی که عیان است مگر حاجت به بیان دارد. سعادت دارین نصیب ما و شما تا دیدارهای بعدی.